با نام یاد خدا با عرض سلام ادب خدمت همه بیننده های ارجمند آریانا به ویژه و خوبان خوب برنامه خوشحال با چهره ها بار دیگر من خوشحال آصفی با این برنامه در خدمت شما عزیزا هستم به سلسله معرفی چهره های خوب صاحب تحصیلات عالی و متحد کشور عزیزمان افغانستان این بار هم یکی از چهره ها را دعوت کردیم که شاید حد زیاد یا در حد بیشتر همه شما با صدا و سیمای آگاهی و معرفت کامل داشته باشین در یکی از پست های مهم در این اواخر از طرف رئیس جمهور دکتر غنی گماشته شده در یکی از وزارت های سکتوری و نظامی کشور عزیز ما افغانستان وزارت امور داخله صادقانه بیننده های ارجمند وقتی که ایشان تازه تعیین شده بودن یکی از او کسایی که نقد کرده بود در صفحات اجتماعی و به ویژه رسمی یک مقاله نوشته کرده بودم درباره ایشان و یعنی ایشان را نقد کرده بودم و این نقد ما برگرفته از عدم آگاهی قبلی ما در مورد ایشان اگر صادقانه حرف بزنیم یک نقد در موردی بود که ایشان گویا تخصص در بخش نظامی نداره و تجربه وافر در این بخش نداره و کسای دیگی که نقد کرده بود مسئله سن مطرح کرده بود اما در این اواخر جسته و گریخته از نزدیکان ایشان ما پرسیدیم و گاهگاه از دور و نزدیک میشنویم که نه این گونه نبوده یعنی مسئله سن مطرح نیست مسئله تخصص مطرح نیست بلکه یک آدم پاک هست یعنی رشوت نمیخوره آدمی هست که پشت کار داره زحمت میکشه بیشتر از 8 ساعت کار میکنه تا دو ده و و چارده ساعت تا نیمه ها کار میکنه و خیلی صادقانه دلش میسوزه به اوزایی که فعلا آکم است افغانستان ایره از کسای ما پرسیدیم و از کسایی شنیدیم که دوروبر افرادی که با ایشان کار میکنه ای اطراف را بر ما کردن بنان وقتی ما شنیدیم که وقتی تو آدم خوبی در افغانستان وجود داره و ما هم ایشان را قبلا نقد کرده بودیم بیم در برنامه ایشان را دعوت کنیم که واقعا چنین چیزهایی که ما شنیدیم آیا واقعیت داره یا نه و یا نقد هایی که قبلا در مورد ایشان شده بود چقدر واقعا عادلانه بوده و چقدر واقعا به اساس یک انصاف و عدالت استوار بوده بانو حسنا جلیل موین پالیسی و استراتژی وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان با ما در برنامه است خوش آمدید زنده باشین تشکر میکنم تشکر میکنم از دعوتتون بسیار تشکری که دعوت ما را پذیرفتین به عنوان پرسش اول بانو حسنا جلیل که هست کجا تولد شدین سنف اول تا شش بعد شش الا دوازده بعد تحصیلات Um, حسنا جلی مطمئن نگ افغان است افغانی که در افغانستان تولد شده باله. کلان شده تحصیل کرده um, دوری کودکی خود در ولسوالی اندر ولایت غزنی تر کردیم و زمان طالب آ داخل مسجد درس خواندیم دوره ابتدایی را تقریبا دوره متوسطه و عالی را در ولایت غزنی خواندیم در دو مکتب یکی مکتب جان ملکه و یکی مکتب حیدرآباد و بعد از او به خاطر تحصیلات آلی آمدیم کابل اه. و در حدود هشت سال میشه که کابل زندگی میکنیم با. و اینجا تحصیلات عالی خود در مقطع ماستری و لسانس هر دویش هم اینجا خوانده شما ماستری دارین در بخش مدیریت از پنتون امریکایا؟ همه اولین وظیفه پیش از موینیت در کجا کار میکردیم؟ اولین وظیفه نمیتونم بگویم اما قبل از موینیت وزارت مادن و پترولیم افغانستان من حیث رئیس پالیسی اما همزمان مشاور ارشد وزیر صاحب مادن در بخش پالیسی بود پس اولین دستمزد زندگی تون کجا بود اولین وظیفه و کارتان سه سال اول تجربه کاری من در سکتور خصوصی است و در کمپانی متفاوت من حیث رئیس و من حیث حیات رهبری تقریبا کار کردیم و بعد از اون آمدم وزارت مادن پترولیم من حیث مشاور ارشد وزیر صاحب مادن پترولیم و بعد از اون رئیس پالیسی چرا خواستین در بخش منجمنت یا مدیریت شما مستری بگیریم؟ آیا شرایط اختزا کرد آیا خواست خود شما بود یا یعنی نه خواست خانواده بود یا یعنی نه از اول میخواستیم یعنی که در بخش مدیریت شما تجربه و تخصص داشته باشید خود در اینجا راحت تر پیدا میکنم یعنی استعداد ذاتی و فطری هم دارین برای مدیریت افراد اشخاص یا یک نهاده در قسمت استعداد نمیتونم خودم خود قضاوت بکنم امه. اما وقتی که در قسمتی در رابطه به که آدم از کاری که میکنه چقدر لذت میبره این کاری است که ازش لذت میبرم <تصفح> و رشته ای است که از خواندنش لذت میبرم <تصفح> چگونه شد آمدین از وزارت مادن به وزارت داخله من در آغاز هم گفتم نقد های بالای شما شده بود بحث سن مطرح کرده بود بحث تخصصه اما بعد ها که ما شنیدیم گویا شما آدم پاک هستین میخیم از زبان شما بشنویم کار میکنین به ای وطن از نیستین سیاسی نیستین <تصفح> <تصفح> چون نباید نیروهای امنیتی ما و در کل ارگانهای امنیتی ما دور از سیاست باشه ای واقعا چنین هست قسمی که شما فرمودین از وزارت مدن وقتی که من وزارت داخله آمدم این فقط دهد یک پیشنهاد بود و من می قبول بکنم که وزارت داخله برو میانی و با درک تمام چالش هایی که وزارت داخله داره با درک تمام توقعاتی که سر من قرار بود گذاشته شود وزارت داخله جایی است که من احساس کردم اگه اینجا می و کار زیادتر می کنم تأثیر زیادتر می داشته باشه شاید اینجا بیشتر باشه و امو تمام چالش هایی که پیش بینی کرده بودم کلش قبول کردم وزارت داخل آمدم و در قسمتی که سیاسی نیستم و حزبی نیستم یک از دلایلی که مردم هم نقد کردن دلیلش این بود که من شناخته شده نبودم و من یک آدم کاملا تکنیکی و پشت میز و پشت ورق و پشت اما کارهای تکنیکی خود بودم بله. به خاطر در قسمتی که من سیاسی و حزبی نیستم این حق یعنی حقیقت دارم و دا قسمتی ای که هیچ شناختی با گروه های متفاوت سیاسی و حزبی ندارم اه. یا روابط مستقیم ندارم این هم حقیقت داره و من هنوزم یک آدم تخنی با وجودی که یک بست سیاسی هست. هنوزم خود آدم تر احساس میکنم از اون نقط هایی که بالایتان شده بود آزرده شدین خفه شده یا نه بالایتان تاثیر نکرد یا سبب شد که شما بیشتر قوت بگیرین شما بیشتر انرژی بگیرین و پیش برین چون نقط های سالم آدم را می یک یا را می سازد گذشته بعد گذاشته از توهین و تحقیر و مورد که مطرح است نقد خودش به نظر من کلمه مثبت است و همی که هیاهو به پای به این پا میشه به مردم بیدار هستند مردم قضاوت میکنند مردم متوجه است امه. که بالاخره کشور به با کدام مسیر میره من همیشه نقد صادقانه بگویم به دیدی بسیار مثبت میبینم و انتقاد سالم همیشه قدردانی میکنم اه. و کسایی که نقد کرده بودن خوشبختانه اکثریتشان نقدای سالم بود چون من هر پست میخوام و اکثر دوستا پست خب. هر پست را رو میکردن های سوشال میدیا خب. و صفحات اجتماعی ده برای من نقد کمکم که تایی که متعهدی را که داشتم او را زنده تر بسازم اه. و زحمتی را که تعهد داشتم به دستات کار بکنم او را بالاتر از دستات کار بکنم و نگرانی مردم تا اندازه حق به جانب به ای بودن که اونا شناخت دقیق از من نداشتن و شناخت دقیق از امی استقامت کاری ایمونیت نداشتن بله و تا حدی را و بیشتر افراد فکر میکردن یک پوست نظامی هست در حال که ای ملکی است این پوست برالاویزیک ملکی است مردم تفاوت بین پالیسی های که وزارت امور داخله من یک وزارت مردمی جور میکنه با پلان های تکتیکی جنگی که موینیت هر شد امنیتی جور میکنه یک یک تفاوت بسیار بارز وجود داره که این تفاوت بر مردم مهم. مشکل بود که درک بکنن اما آخر روز اگه ما در نظر بگیریم که وزارت داخله یک وزارت مردمی است نه وزارت جنگ مثل که وزارت دفاع است و پالیسی هایی که ما میسازیم و در پالوی از کاری متفاوت دیگه ای که ما داریم مهم. مثل همانگی بین ولایات است مثل مدیریت منابعی که از طرف دونرا برای ما میایه مثل سیستم نظارت ارزیابی هستن و بخش و پلانای سالانه ما هستن اینا بخشایی هستن که تخصص نظامی نیاز ندارن طبعا که یعنی نمیشه که یک مهین کل کار بکنه طبعا که یک ارگانی از که هنوز امنی من نظامی تقریبا حساب میشه اما ما هم کارهای نظامی خودمی داشته باشیم یعنی حصل هسته ایمونیت نه میتونم من خود بدانم ما یک کدی هستم که زیادتر به حد مدیریت هستم اما هسته این مدیریت ایمونیت و کار هست کار اصل کاری را که میکنن یا جوار ایمونیت پیش کسایی هستن که میکس نظامی و ملکی هستن از موارد که یاد کردین جناب این سه از زمان آمدن شما تا این دمی که ما شما حرف میزنیم چقدر کار که قابل محاسبه و ملاحظه انجام دادیم ده چهار ماه و پنج روزی که ما اینجا بودیم اولین کاری که ما کردیم ما یک خدمت دا جور کردیم برای موینیت که موینیت فعلا در کجا هست و به اساس او ما چالش های خود لست کردیم و اولویت های جدید اینجا ماندیم و این مشترکان با, با یک تیم کلانی که ما داریم مشترکان با تیم کل ما هم نظر ای اولویت ها را ماندیم از جمله کارایی که ما میتونیم یک تعداد که سلسله کارهایی هستن که ما نمیتونیم بگیم نتیجه ما در چهار ماه میگیریم چون خود همین موینیت پالیسی کارای یا استقامت کاریش زیادتر کارهایی میان مدت و در روز مدت است نکو مدت اما یک تعداد کارهایی که ما بگوییم ما ختمش کردیم خلاص شد از اون جمله ما در میان مدت در میان در این می چهار ماه گذشته حداقل میتونم بگویم از او جمله می پلیسی پالیسی بخش جندر ما بود که ما چطور حضور خانم ما را در صفوف افزایش میتیم چطور ظرفیت سازی میکنیم به خانم که فعلا در صفوف است کار عملی هم شده افزایش تا اندازه داره؟ زیادی ما کار عملی کردیم اما چون چارچوب پالیسی ما تازه نهایی شده به او خاطر نمیتونیم بگیم دستاورد ملموسی بعد از پالیسی ما داریم دیسه تطبیق امه. پالیسی چون پالیسی تازه نهایی شده و ما سر پلان تطبیقش کار میکنیم و موضوع دیگه ای که ما سرش کار میکنیم به خاطر محافظت اطفال است که پالیسیش در یک یکی دو هفته دیگه نهایی میشه و میره طرف افتتاح و این فکر میکنم یک بحثی است که بسیار یک بحث داغ و است محافظت هست. اطفال یعنی از میدان های جنگ یا در میدان های جنگ یا استخدام از اونا چار بود داریم مهم. یک بود کلانشی است که ما از استخدام اطفال زیر سن که اطفال میکنیم. در صفوف پلیس خود ما میکنیم از کار کردنشان برای برای پلیس های میکنیم اطفالی که در بیرون از وزارت امور داخله چون وظیفه کلان وزارت امور داخله تنفیذ قانون است اطفالی که در بیرون از اینجا زیر سن استفاده میشن یا سوء استفاده انواع سوء استفاده هست. از اون صورت میگیره اونو است که ما مداخله میکنیم یعنی <تصفح> نه خود ما سوء استفاده میکنیم و حقوقشان زیر پای میکنیم و نه به کس دیگه اجازه میدیم پالیسی زیاتر روی میچرخه <تصفح> در آغاز ما گفتم شما بیشتر از میاد تعیین شده کار میکنید دقیقاً چند دفتر مین و ساعت چند دفتر را ترک میکنید ام حاضری ما در دفتر بین هشت تا نو است با وجود که حاضری امکارای ما در دفتر هفت نیم تا سی و نیم هستن اما حاضری ما هشت تا نو است نارملی ام اما به طور اوسط شامی که خانه برمی گردم یازده تا دوازده شب است چرا تا یازده تا دوازده شب باید کار کنیم؟ ام خب ما ما با وجودی که اگه اصل داریم که یک مدیر خوب اما وقت خود بسیار زیاد مشخص می سازه م. و تا درازه کار نمی کنه. دو دلیل عمده ما داریم یک. کار بندازی یا اولویت هایی که خود ما سر خود مانده ایم از ظرفیت ما کده بالاتر است به با او خاطر ما مجبور هستیم ساعت زیادتر وقت بگذاریم و موضوع دومی که تا نا وقت شب کار میکردم به خاطری بود که مدعی داره نه بودم به خاطری که محافظه ای ارگانی رو بر خود بسازم یا با هم آشنایی زیادتر پیدا بکنم باید بیشتر یا کارا رو سرعت کارا رو بیشتر بکنم به او خاطر نیاز بود که نه. تا درازا بکشم از چالش ها مشکلات یاد کردین وقتی پیش از که بیاین به داره چی پیش بینی داشتین یعنی تصویری که در ذهن داشتین از این موینیت چی بوده فکر میکردین روز موفق شوین پیش بینی از چالش ها چیزی که من پیش بینی کرده بودم از او که چالش ها کمتر بوده خوشبختانه به مخاطره چی چالش ها شما تقسیم کرده بودین در ذهنتون اولین چالش که به نظر من چالش عمده من میامد قبول شدن از طرفم کارا وقتی که یک خانم داخل یک سیستم نظامی میره که تقریبا مردانه هست و در یک لیول میره یا در یک بستی میره که قبول شدن شاید یکم مشکل باشه و شما تایید شدین و از لحاظ موضوع جنسیتی هم خانم و آقا یک مشکل معزله کلان است ملکی و نظامی معزله کلان دیگه است و سن سال معزله کلان دیگه است این سه معزله بود که من خودم ایده سه, سه چالش عمده در دا نظر داشتم اما وقتی که اونجا رفتم همکارا فوق العاده همکاریشان متفاوت بود و بعد از چهار ماه امروز احساس میکنم که ما واقعا به اینشان قبول شدیم و همکارای فوق العاده همکار دارم نهاری. که یک از دلایلی که با انگیزی بالاتر کار میکنم همکارای است و یک از دلایل دیگه ای که احساس میکنیم که ما مؤثریت ما اونجا بیشتر است پس دوباره میام کارهای نظامی و ملکی ما در هر سن و سالی که هستن با هر جنسیتی که هستن یک مازلی کلان بود که من پیش بینی میکردم شاید به درازا تا قبول شوم اما قبول شد <applause> یکی از وظایف مدیر بحث استخدام هم هست از زمانی که آمدین چگونه افراد را شما استخدام کردین با چی میارها و جزء سوال جزء بعدی سوالی است که شما چیز به نام فساد اداری هم که افراد آلوده به فساد اداری باشند در اداری شما در قسمت استخدام اگه بگویم ما امی فرهنگی که یک مدیر نو و تمام کارمندایش لاین استاد میشه که چی وقت ما رو میکشه و بچه کاکا و دختر کاکا و شما این کارو نکردید دختر خالی خودم میاره این کارو نکردم و با اولین کاتگوری که نارملی ام امی پرکتس میشه یا امی پروسه پیش میره کاتگوری امی همکارای امنیتی هستن چون آدم جان و مال و کلی چیز خود تسلیمشان میکنه و ما با ما از امینا شروع کردیم و کسایی که اونجا بودن ما اولین خطی که برشان مانده ممی بود که شما در جایتان میمانین ما خلا را پر میکنیم به او خاطر در قسمت استخدام ما افراد نه و بسیار کم آوردیم به دلیلی که کسایی که جا به جا شده بودن ما اونا کلشان ظرفیت هستن که ما خواستیم از ظرفیت اونا استفاده شوند اما افراد نوی که آوردیم افرادی بودند که نظر به که نظامی هستند یا ملکی هستند ما استقامت کاری خود دیده، ظرفیت دیده، روحی تیم دیده به اساس او ما یک عضو نو در تیم اضافه کردیم بله. و اکثر از شما از داخل وزارت امور داخله اضافه کردیم و یک تعداد امکارای کامدان از ایتیاد فال پیجنتون خود وزارت امور داخله آوردیم مم. بله. اینا کسایی هستند که ظرفیت هستند اما در بستای مشخص تعیین نشدن آوردیم اونا داخل بستای خالی خود کردیم به خاطر در قسمت استخدام ما استخدام نه و بسیار کم کردیم از ظرفیتی که بود کوشش کردیم استفاده بکنیم مه. و واقعا ظرفیت وجود هم داره و در دا بس بحث فساد اداری ما شخصا نمیخوایم در قسمت پیشگیرانه قضاوت, قضاوت بکنم بدلی از یک فساد اداری نارملی وقتی که آدم کسی را به فساد متهم, میسازه ساز. وقتی است که آدم باید صند و ثبوت بسیار موثق داشته باشه در دا غیر از مکمل روحی کاری مکمل تیم از بین میره اه. یک نفر نیست که روحی کاریش از بین میره کلگی و به این فکر میشه که بالاخره ما چی وقت متهم میشم و وقتی که داخل یک اداره میشی که موضوع فساد داری بسیار داغ می باشه کلگی خود بخوای نخوای یک انگیزه داره که کسی مر بالاخره متهم اینجا میکنه و او باعث میشه که ما مسئولیت کارم پایین بیایه و پلانای بعدی هم درست تدبیق نشه و به خاطر ما به متهم کردن افراد بسیار کم پیش رفته و به این که اولویت های کاری خوده امو پروسر سرعت ببخشیم به زیادتر ما تمرکز داشتیم یکی از زیر دستان شما یکی از صفات شما را که بر ما گفتن گفت که درک بلند داره نظر به اینکه توقع داشته باشه و اتفاقا یکی از مهارت های یک مدیر مهارت ادراکی است شما باید پیچیدگی ها و مشکلات افراد اشخاص و یا قوی بشری را درک بکنید که چی مشکل داره کی آیا یک میتونه فرصت باشه یا میتونه یک چالش باشه و چگونه باید کنار بیه موفق است این بخش برداشت من تا بود که همکارای من شاید من آدم بسیار باشه اماwiki قال مغالی هستن یا ظاهرا احساس میکنم قال مغالی هستم کوشش میکنم اما در کار اگه قال مغال بشه نیست اما دلیلشی که ما کار از زیادتر از اندازه که باید سرعت بخشیده و ما سرعت میتیم به او خاطر بعضی وقت مجبور میشم قال مغالی باشم در غیر از او نمیتونم بگویم که در چقدر بالا چقدر بالاست چون بازم قضاوت در مورد خود مشکل است اما یک شناینده خوب خودم میتونم حساب بکنم امه. چون هر کس وقتی که میگه که اینی کار نمیشه کوشش میکنم بشنوام ازشان که چرا نمیشه بله. دل دلایلشون بشنوام یکی از نقطه دیگه گرچه در آغازم یک مقدار بهش پرداختین که مردم فکر میکردن که شما برای میدان های نبرد استراتژی می سازین و جنگ که فعلا در جغرافیا برام افغانستان جریان داره بر ازی شما استراتژی می و پالیسی میسازین در حالی که شما گفتین که نه این بخش مربوط ما نیست مربوط موینیت امنیتی میشه و شورای امنیتی ملی ریاست امنیت و وزارت دفاع که امه. نات هستن که در بخش های نظامی کار میکنن دقیقا اگه یک بار دیگه تاکید بکنیم که وظایف مشخص شما چیست تا بین ها هم بدانن ام... ما یک پلان تکتیکی جنگ داریم خواه. که موینیت ارشد امنیتی ما در آنوه های جورش میکنه تطبیقش میکنه و ما یک استراتیجی داریم که ما چطور از جنگ میبراییم ما وقتی که فعلا ما یک وزارت امور داخلی ما زیادتر مصروف جنگ است یکجا یک جا با وزارت دفاع ملی اما نقشه رای سکتور امنیتی افغانستان یا دیدگاه کلی دولت افغانستان این است که پلیس بالاخره برگرده باید به وظایف پلیس وظیفه پلیس بسیار مشخص است جنگ رو بر خط اول با, تر... با دشمن یا مخالفی بله. نیست این وظیفه وزارت دفاع است وزارت خب. دفاع وزارت جنگ است وزارت داخل وزارت مردم است و در این وزارت بسیار وظایف مشخصش تنفیذ قانون است ارزی خدمات عامه است نظم, آمن آمست، نظم آمن. و امن عامه است تامین امن نظم عامه و این وظیفه پلیس است و کار را که فعلا ما میکنیم زیاتر ما تمرکز ما بالای جنگ است چون اوضاع افغانستان فعلا امیرقم است یکی از بخش‌های کلانی ری یا های کلان ری که پالیسی به عهده داره این است که چطور پلیس پس برگردانه به وظیفه پلیس و دقیقا یک از دلایل نارضایتی مردم هم, هم همی است وقتی که یک از از, خلان... از افراد مسلکی است که باید دوباره استخدام شود؟ نه خیر و پلیس دوباره باید به با وظیفه اصلی خود برگردانده خب. شود و پلیس خب. باید زیدت... خب. از میدان‌های نبرد به خاطر تنظیم نظم انضباط بخاطر... نظم به خاطر تنفیذ قانون به خاطر خدمات ارزی خدمات عامه و وقتی که ما میگیم پلان های یا استراتژی و پالیسی میان مدت و دراز مدت هدف ما از است که ما بیا دوباره پلیس بیاریم و وظیفه اصلیش استخدام بکنیم آمار جرایم ما پایین بیاریم این وظیفه ماست بله با نمیفهمون پاسپورت م. یک خدمات عام است خدماتی است که ما برای مردم میکنیم این بخش است که ما زیادتر باید قوای خود در اینی قسمت یا منابع بشری خود در این قسمت ما, ما باید توضیح بکنیم با اما امروز اکثریت ما در خطوط اول جنگ ما میجنگیم م. او بخش کوتا مدت مربوط اونا میشه بخش کوتا مدت جنگ و بخش ای که ما چطور از جنگ پس برمیگردیم به وظیفه اصلی پلیس ایر ما مشترکان در سطح رهبری وزارت امور داخله یک جا با موینات شد ما اینی بخشی است که ما کار میکنیم بسیار خب تازه امروز پروسه پاسخگویی به ملت از حکومت آغاز شد و رئیس جمهور پیام داد به این مورد اگر شما بخواین برای ملت پیام بتین یا پاسخگو باشین از آنچه مهم. که شما انجام دادین چقدر کارای شما قابل محاسبه و ملاحظه است و موفق بوده و از خود واقعا رضایت دارین چیزی که میخواستین به او رسیدین ام... نمیتونم بگویم رضایت دارم از کاری که کردیم چون اگر روزی که راضی شه اون وقتی است دیگه که باز باید کار توقف م... پیدا م... کنه بله. میکنه و مسئولیت من کم میشه اما در قسمتی که چقدر جواب ده هستم با چالش هایی که ما پیش پیش آمدیم با کارهایی که کردیم میتونم بگویم که از به نمایندگی از یک تیم کلانی که کار میکنم تا اندازه زیادی رو موثر بودیم <applause> یعنی موثریت ما بسیار خوب بوده بازم میگم نمیتونیم ما بگیم که در ظرف چهار ماه یا چهار ماه و پنج روزی که ما اینجا کار کردیم با یک تیم کلان ام، یعنی ما ملموس بوده تمام کارهایی که ما کردیم اما زیر بنا ساختیم به اکثریت <applause> حالا وقتی که ما میگیم که ما حضور خانه ما رو افزایش می در صفوف پلیس ما زیر بناش ساختیم هم چوب پلیسی ساختیم پلان تطبیقی ساختیم ده آماده است و ما یک تعداد زیاد خانم‌ها را خوب خانم‌ها را ما در بر جلب جذب خود معرفی هم کردیم که در حدود 500 چند نفر میشه و با کیفیت بسیار بالا هم هستن چون اکثرشون لیسانس و ماستر هستند خوشبختانه <تصفح> یا مثلا در قسمت پالیسی اطفال که پیشتر برتان اشاره کردم یا در قسمت امی ترسیم یا ریسورس مپینگ که ما منابعی که بر وزارت امور داخله میای ما روی زو کار میکنیم که چطور ما م مپ بکنیم یا منابعی که در جایی که موازی استفاده میشه منابع ما چطور بتانیم از منابع خود درست تر و استفاده بکنیم چقدر جناب ویت روحی کار گروهی دارین روحی قوی کار گروهی بعضا در مدیریت و رهبری یک مقدار خودخواه هستن امه. یک مقدار فکر میکنن که تنوع را خوش ندارد تنوع دیدگاه ها از هر کس و بیشتر خودش تلاش میکنه که قبولانه بالای دیگر شما چی بودن؟ سیستم کاری ما قسمی است که ما اول از کلگی میشنویم از همکارای تخنیکی که سر یک موضوع مشخص کار میکنه اول از اونا میشنویم بعدا نظریات همکارایی که بیرون از او حلقه هستن میشنویم و بعد از او باز تصمیم مشترک میگیریم امه. چون برداشت ما است که اگر ما بقبولانه موثریتش بخواد بدلیلی کم است که کسی که تطبیقش میکنه مالکیتش نمی نمیگیره از دل و از یعنی دل و مغز خود از سر او کار نمیندازن به خاطر ما دوست داریم که از پایین به بالا بریم اول از اونا میشنویم که طرح اونا چی است بعد از او طرح ما غنی میسازیم و تصمیم های گرفته میشه نفر میر تطبیقش میکنه همکنه. پس بر بگردیم به بود شخصی بزرگترین هدف زندگیتون که دنبال میکنین چیست هدفتان از زندگی شخصی است یا زندگی کاری؟ هر دو اگر بگین به کجا میخواه بانو حسنا جلیل برسه حالا موین هستین میخواین وزیر شوین یا برین به یک سازمان دیگر یا کارهای دیگه انجام بدین با آنچه در گذشته میخواستین پنج سال پیش یا ده سال پیش تصویری که در ذهن داشتین آیا رسیدین و پلانهای بعدیتان در, در زندگی شخصیتان چیست؟ ما در زندگی خود یک قانون دارم و چی از قانون شما؟ او قانون است که ما ما در انگلیسی میگیم زندگی در ما آور پلان نمیکنیم. و ده دا دری دا برش میگیم که نه بالاتر از توانم بیرون از, توان از چیزی که قابل پیش بینی است پلان نمی کنیم برش به خاطر ممیه می قانونی است که همیشه تطبیقش می کنم. اما نرملی دوست دارم در دا جای کار بکنم که از اون کار لذت میبرم از هر لحظه اون کار لذت میبرم و یک روز بیای که امی وظیفه موینیت وزارت امور داخل ختم شوه بازم دوست دارم در دا جای کار بکنم که قمی که امروز از, از این کارم لذت میبرم لذت ببرم و آرزوی نه میتونم بگویم برای خود یک آرزو دارم اما آرزوی ما است که در افغانستان امن و آرام زندگی بکنیم <applause> افغانستان که در سرکایش بسیار براحتی بدون وهم و دلهره چکر بزنیم و فکر میکنین چه تصویر برای آینده افغانستان دارین پنج سال آینده چقدر خوشبین هستین به حالاتی که در آینده اتفاق خواهد افتید که در آینده حاکم خواهد شد در افغانستان به عنوان موین وزارت امور داخله در بخش پالیسی و استراتژی فکر میکنین ما به طرف بهبودی در حرکت هستیم یا نه امید داشتن یک امر حتمی است به خاطری که ما تب تلاش بکنیم امید در جای خود وجود داره و خوشبینی هم در جای خود وجود داره کار ما به خاطر رسیدن به اون خوشبینی که داریم ما, ما می اما در پنج سال آینده افغانستانی را که من تصور می یک افغانستانی است که امیدوار اون پروسه سلح موفقانه پیش بره یک افغانستانی است که زیادتر بود اقتصادی می داشته باشد تا بود سیاسی و در کشمکش های منطقوی و افغانستان واقعا به مو چهار اقتصادی که ما برش کار میکنیم ما اگر از لحاظ اقتصادی ما خود کفا شویم مشکلات دیگه یا دوزهای دیگه خود به خود حل بشه و در پنج سال آینده اگر از ما مختص به وزارت امور داخله بگیم افغانستان اگر افغانستانی است که اولین قدم خود کفایی خود برمیداره و افغانستان اگر افغانستانی است که نیروهای امنیتی خود خودش از جیب خود پول میده یک سوال آخر در کارتان کس مداخله نمیکنه کدام نهاد کدام فردی ام... چون شکایت و شکوا و گاهگاه چالش ها مشکل افغانستانی است که بر ما مسئولیت میتن گاهگاهی صلاحیت نمیته یا اگر ام... دور بر ما بوت افراد دیگر را در پلی ما استفاده میکنه که گویا بنا مستقیم یا غیر مستقیم نظارت کنه یا مداخله کنه ام... سیستم ها متعصفانم. این گونه ایجاد شده شما چی چالش در هر جایی وجود داره اما در دا وزارت امور داخل ما یک در رهبری یک تیم فوق العاده خوب و هم نظر داریم کل ما به یک تصویر واحد کار میکنیم اه. به همون خاطر این شکایتی است که من نمیتونم بکنم و ما هم حمایت هیئت رهبری بندازی دارم که بتونم کار خودم اثر پیش بسیار بس تشکر از حضور بانو حسنا جلیل موین پالیسی و استراتژی وزارت امور داخله. سوالاتی که داشتین امیدوار هستم حل شده باشه. نقد که به شمول ما کسان دیگه ای که در رسانه‌های اجتماعی کرده بود امیدوار هستم که حالا درک کرده باشین که اصل گپ چی هست آدم پاک هست دعوت شد به برنامه ما هم خواستیم صحبت های با ایشان داشته باشیم چون از اطراف اکناف دور و نزدیک جسته و گریخته شنیدیم آدم پاک است کارکن است کارکشته است ما هم در برنامه دعوت شکرد خوش آمدید خیلی ممنون کنم. فکر کنم اولین مصاحبه باید باشه یا سر ممنون تشکر از جناب میسر دیدا سی بود برنامه خوشحال با چهره ها تا برنامه دیگر که من خوشحال آسفی هفته آینده باز هم در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم تا درود بعد بدرود تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه مند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین